از یکمی اکتبر در تاجیکستان دعوت تیراماهی خدمت حربی در صف قواهای مسلح کشور شروع گردید. عیناً همین دوره برای جوانان و آیله آنها وقتی بزابیتگی بود و میموند. قسم زیادی جوانان بنابر واقع داشتن مناسبت بیترتیبی در خدمت حربی نمی خواهند در قشنهای مسلح کشور خدمت کنند. این در نوبت خود کاری کمیسیاریت حربی را برای اجرای وظیفه های خود آیدی بیتمام رسانیدن نقشه از بالا امر شده را دوچند می گرداند. ولی حکومت برای بیتمام رساندن نقشه دعوت شوندگان خدمت حربی همیشه چاره های ایلاوگی داشت. تولی 10 سال است که حکومت برای طلبات اجرای نقشه دعوت شوندگان به خدمت حربی جوانان را از بازارها، کوچه ها و ناحیه های کشور محاصره می نمود. از روی شکایت های والدین و یکچند حادثه های ناخوش حکومت قرار نمود که از گذرانیدن چنین محاصره کنی دست کشد. ولی معمای اجرا نمودن نقشه دعوت شوندگان باقی مانده است. اکنون حکومت محلی ناحیه لخش در شرق تاجیکستان آیدی معمای زیرین حل مخصوص ایجاد نمودند. طبق اطلاع رادیو آزادی با سبب اجرا نشدن نقشه دعوت شدگان به خدمت حربی به یک چند دهه های ناحیه لخش قوای برق را خاموش کردند. ولی 10 روز ما را از قوای برق محروم ساختند. در حکومت ناحیه به ما گفتند تا اینکه یک دعوت شده را به خدمت حربی روی نکنید قوای برق داده نمی شود. گفت به رادیو آزادی ساکن دهه قشاقبه که نخست نامش ذکر گردد. به گفته او چنین حالت در دهه های میدان تیرک و آقصای نیز رخ داده است که در آنجا جوانان دعوت شده خدمت حربی یافت نگردیده است. در مؤسسه قوای برقی ناحیوی تصدیق نمودند که بنابر فرمان مخصوص رئیس حکومت لخش در دهه قشاقبه قوای برق خاموش کرده شد. ساکنان دهه مذکور در گذشته نیز فرزندان خود را به خدمت حربی ارسال نمی کردند. چنین معامله به حکومت ناحیه خوش نآمد. از دیگر جهت گیریم رئیس ناحیه نماینده پرزیدنت می باشد و ما باید به او اطاعت نماییم. می گوید کارمندی استانسیه قوای برق ناحیه. انجام روز خدمتش بود. ساعت 10 در تلفن کردیم وقت غرم در خدمت کسیم و شاید هم نخواه. ساعت 10 در تلفن ممکن که هم خیلی گفه بیان مردتونه.